سلام خوش اومدین به اپیزود پنجم نوکست اولین اپیزودی که شکلی شروع میکنیم مرسی که همراهمون هستین من سعیده مبین پیشمونه سلام مبین موضوع امروز چیه؟ امروز قراره که در مورد محتوایی که مخاطبا میپسندن توی پلتفرم مختلف با هم دیگه صحبت بکنیم و اینکه نظر خودمونم راجع بهش بگیم و حالا این پلتفرم علاوه بر پلتفرم هم میخوایم کلا راجع به محتوایی که حالا چه توی تلویزیون چه توی کتاب و این جور موارد هستش صحبت بکنیم بریم که داشته چه باشیم آره. دقیقا. بیشتر در واقع آره آره ما رو هم از کست باکس میتونیم بشنوین هم از شنوتو و هم به صورت کلایزر از یوتیوب نوتو کالچر و پلیلیست نوکست همین ابتدا یه تشکری کنم از کسایی که کامنت گذاشته بودن و گفتن که یکم منسجمتر باشین سعیمون اینه که حالا از این به بعد منسجمتر باشیم کلا پلنامون یه ذره فشرده تر قرار بشه منسجمتر بشه آره دیگه مثلا توی اینستا اینجور چیزا هم قرار که فعالیت داشته باشیم از نظرات نظر کنه از صدای شما هم قرار استفاده بکنیم قرار مهمون داشته باشیم من صدای شما ندارم من شما چرا من چی میگم نه الان ندارم الان که شنیدید من پرسیدم شما گفت الان ندارم آقا جونم واسط بگه که از اون توییتی که 500 هزار تا ویو خورد به این ور آه. واسه من سوالی که بالاخره فرم مهمتره یا محتوا یعنی مهم اینه که تو کیفیت خوبی داشته باشه کارت یا یعنی اینکه نه کانتنتی که مردم بیشتر دوست دارن و ارائه بدی و چجوری میشه اینو فهمید واقعا به نظر این به نظر من این بیشتر میره روی همون سوال تکراری همیشه که میگیم علم بهتر است یا ثروت ولی آه. به نظر من که ثابت شد حداقل به خود من طی زمان اینا جفتش در کنار هم لازمه و همین چیزی که گفتی فرم بهتر یا محتوا به نظر من جفتش یعنی اینطور نیستش که مثلا محتوا کلا باید صفر صفر باشه و مثلا تو فرمی که به مثلا تولید کننده محتوا به مخاطب ارائه میده مثلا مهم نیستش یا برعکس جفتش در یک جایی یعنی یک اندازه مهمن ولی خب مونده اون تولید کننده چطوری استفاده بکنه دیگه ازش مثلا همین توییتی که گفتی بحث همین ترک و فارس بودش محتواش همین داستانیه که با هم این دو تا قوم دارن مبارزه میکنن به صورت پنهان شاید هم گاهی اوقات آشکار و یه کششی پس آره یه کشش نیازه دیگه. آره دقیقا یه کششی نیازه که به یک سمت و سوی اون حالا محتوا رو سوق بده مح... مینی چه اخیرا هم اتفاقا داشتم چنل احسان منصوری رو نگاه میکردم که چیز جدیدی تحلیل کرده از فیلم ها یا نه اه. بعد آقا با خودم گفتم که احسان منصوری با این همه اطلاعات وقتی رهایم کن و ببینه حتما میگه که اینو توی لیست ببینیم ها قرار بدین و حتما ببینینش در کمال تعجب دیدم که گفت این فیلم توی لیست نبینیم های من قرار میگیره خوب. و همون احسان منصوری که آتابای رو خیلی دوست داشت خیلی در واقع نقد مثبت داشت بهش گفت که اینجا عالیه دیزاین عالیه دیالوگا خوبه بازی ها درجه یکه ولی حال نمیده و خیلی جالب بود واسم که چه اتفاقی میفته که یه نفر کارش رو درست انجام میده ولی باز جذابیتی نداره و برعکس یه کار شاید معمولی خیلی جذابه و همه دوستش دارم به نظر من یه جایی سلیقه ایه آخه ببین مخاطب های متفاوت رو در نظر بگیری که از پلتفرم مختلف استفاده میکنن حالا مثلا اینستا مخاطبی که تو اینستا میچرخه با مخاطبی که تو توییتر میچرخه حالا شاید اشتراکات داشته باشم ولی دنبال این چطور بگم دنبال یک چیز مشترک نمیگردم و هر حالا سبک و هست مخاطب خاص خودشو داره ولی اینکه مثلا چی اتفاقی میفته که یه چیزی ترند میشه یه چیزی ترند نمیشه حالا باز میگم به نظر من یکی اینه که اون بسترش حاضر باشه حالا مثلا به فرض مثال چون تو ایران تابوهای های جنسی زیاده یه مدت الان خیلی کمتر شده نسبت به قبل ولی باز هست مثلا اون مدتی که خیلی چیز تابو بود وقتی یه نفر در مورد تابوهای های جنسی صحبت میکردیم مثلا اونا رو انجام میداد خیلی ویو میگرفت خیلی بازخورد داشت واسش و خب میگم اون بستر نیازه یعنی اون محیطی که فعالیت میکنن آدما واقعا واسهشون نیازه که ببینم واسه کی و واسه چی دارن تولید محتوا میکنن حالا این محتوا میتونه تنز باشه میتونه تاب و شکنی باشه میتونه چطور بگم یک فشاری رو به مخاطب قول همون خودمون دیگه فشاری کنه مخاطب و که بهش ریاکشن نشون بده خب به حال یه روش آره. دیگه تا بخوای یه نفر رو اذیت بکنی مثلا کامنت بگیری ویو بگیری تونی فشاری بکنی مثل دیس شاب مزفری به یاس مثلا یاس yes. آره دقیقا هم <تصفح> آره،, آره حرف جالبی زدی اینکه واسه کی و واسه چی داری تولید کانتنت می‌سازی آره یاد اون مثال کفشه افتادم که میگه دو نفر میرن یه جا کفش بفروشن یکی میگه که رئیس ما بدبخ شدیم اینجا کسی نمیدونه کفش چیه ام. بعد اون یکی میگه که آقا ما ترکوندیم اینجا کسی نمیدونه کفش چیه هر جوری دلمون بخواد میتونیم بفروشیم دقیقا درست دیگه آه. وقتی که اطلاعات ندارن مثلا مخاطب اطلاعات خاصی نداره از یه محتوایی اون کسی که کانتنت کریئتور میتونه به هر نحوی که دوست داره به اون مخاطبش حالا محتوا بده چه درست چه غلط آره ولی یه سری چیزا هم این وسط دخیلن دیگه یعنی مثلا تو فرض کن مثلا من منصوری دوباره مثال بزنم یا چه میدونم فراستی یا مثلا اصلا بریم تو حوزه گیم حالا فیلم رو بیخیاد شیم مثلا یه وقتی هست مثلا آریا رو نگاه میکنی و لذت میبری گیماش اختصاصی نیست میدونی چی میگم چالش وین با شاتگان نذاشته هیچ وقت ولی یه شکلیه که کوله باحاله و در مقابل کسی داریم که محتوای تخصصی میذاره واسه چه میدونم یه گیم خاص مثل کالا فورتنایت و گاداوار یعنی 20 کی بیشتر ساب نداره یعنی از این بیشتر کشش نداره چقدر مثلا تو میخوای واسه گاداوار ویدیو بسازی آراری میگه که تخصص گاهی این... وقتا به اندازه که تبلیغ میشه جوابگو نیستش من اصلا بگم هیچ وقت تخصص جواب نیست یعنی این حرف دقیقا برعکس حرفیه که خیلی از استاد به ما زدم آخه استادام یه قسمتش رو نگفتن اون قسمتش هم اینه که ببین مثلا الان تو فرض کن تو یه حوزه خاصی از روانشناسی فعالیت کنی مثلا اوه. بالینی کار کنی و بالینی که فقط وسواس کار میکنه اه. تو کل شهر مثلا میگن که اگر یکی مثلا ابتلا به وسواس داشت اوه. گرایش های وسواسی داشت میگه که فقط برو پیش فلانی این شکل از تخصص خوبه ولی بازم من مصرم رو حرف خودم علتش اینه که کسی که تخصصی کار میکنه نمیتونه عموم مردم رو جذب کنه ب... فقط قشر خاصی رو میتونه هدف قرار بده آره قشر خاصی و ولی خب مثلا ببین به نظر من این فکری ای که الان من تو میکنم من قبول دارم حرف تو ولی به نظر من این حرف به خاطر شرایط کشور ما به ذهن ما اومده مثلا تو توی فلان کشوری که توسعه یافت دست بخوای یه کاری و خیلی متخصصانه انجام بدی قطعا میان خیلی میان سراغت مثلا به فرض مثال سایتو و کلا بلد باشی سایتو چطوری گاد میکنن مثلا اینفلونسری و صفر تا رو بتونی انجام بدی خب به صورت تخصصی قطعا میان دنبالت مثلا صف با میسته مثلا متخصص قلب و مثلا چطور بگم بیماری سری بیماری ها رو اصلا صرفا اون شخص میتونه درمان بکنه واسه سر و کله میشکنن ولی این مدتی که من حداقل توی جامعه ایران دیدم مردم نمیدونم یا به خاطر اینه که آگاهی جمعی کمه یا به خاطر اینکه واقعا دلال دلایل مختلف میتونه داشته باشه الان به نظر من آگاهی جمعی به طور کلی پایینه و صرفا مردمم عقلشون به چشمشونه حالا قصد این ندارم هیت بدم به مردم مثلا بگم که ما اینطوریم شما اونطوری نه منم خودم جزوی از همین مردمم هم که دارم تو ایران زندگی میکنم اصلا ویترین کار بیشتر ما رو از محتواش جذب میکنه همونطور که گفتم آره جفتش لازمه هم محتوا همون ویترین و حالا فرمش ولی به نظر من توی کشور ما محتوا خیلی داخل نیست توی ترند شدن. داخله. خیلی دخیل نیست. بیشتر اون ویترین مهمه. مثلا دیدی تامنیلای که توی یوتیوب هستن هستش شاید آره، آره. مح... مثلا ویدیو محتوا چرت و پرت باشه. ولی مثلا تامنیل خیلی خوب قوی درآورده. مثلا چی میگم بهش؟ کلیک چی میگن کلیک ریتش آره. کلیک ریتش Klik آره. کلیک آره. 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 ریتش زیاد شده. به خاطر تو معتقدی که شیوه ارائه یه چیزی مهمتر از خودشه توی کشور ما بله شاید <تصفح> سمیناره okay. باشه ولی پوسترها و تبلیغاتش قوی بوده میپذیرم حرف تو تا حدی چرا که بوده کسی که من دیدم شعر خونده اشتباه خونده ولی چون صداش خوب بوده کسی خورده نگرفته یا بهتر بگم که حواسش نبوده که این داره اشتباه مثلا چرا دور میریم مثلا محمد رضا گلزار قسم هیت دادن ندارم ولی خب چون فیس بهتری داره شاید خاص شاید که نه هستن بازیگرایی که از ایشون اکتشون بهتره ولی چون فیس بهتری داره بیشتر مخاطب داره فن داره واسه خودش بیشتر دیده شده دیگه اصلا به خاطر همین میگم تخصصی این جوان نیست کتابی هم بود روانشناسی فکر کنم اشتباه نکنم سنتی سازمانی بود اگه اشتباه نه <applause> نه روانشناسی اجتماعی بود کتابش هم هست روانشناسی اجتماعی دو... ترجمه دکتر گنجی روزو بگم اینجا نوشته بود به طور کلی توی دادگاه های مختلف کسایی که قیافشون بهتره و خوشگلترن کمتر به مجازات میخورن یعنی مجازات کمتری واسه بریده میشه و اصلا اسمی. این, این،, این کلا نشون میده که دکور و فیس خیلی اهمیت داره توی جاجات جا, جا تصمیم که داریم آره آره اتفاقا یه ویدیو از یونیسف هست ما بعد اینکه تموم کردیم میخوام توی تلگرام بذارمش اونم ببینین تلگرام نوتو تو کالچر و خیلی جالبه یه بچه رو لباس خیلی شیک کاپشن قرمز کفشای مشکی و خیلی مرتب میذارن جلوی رستوران و همه میان میگن که امو چی شده گم شدی بعد همه میخوان کمکش کنن بعد همون بچه همون فیس یه لباس مثلا کهنه میپوشونن بهش مثل این کودکانه ها. کار و طرف ساندویچ رو داره گاز میزنه و میگه که اینجا وای نیستا برو بیرون و این فیس عامل فیس ببین چقدر فرق میکنه همون آدم همون فیس فقط لباس های متفاوت تر ببین چه تغییری ایجاد میکنه توی رفتار مردم ببینید داستان داره که... تبدیل میشه به جنبه ریسیستی یعنی نجات پرستی شنگار میترسیم به اون داستان میگیری چی میگم حالا اگرم نجات پرستی رو مثلا مطرح نکنیم این شکلیه که یه سری چیزا میتونه باعث کانفورمیتی بیشتر بشه همرنگی بیشتر بشه مردم بیشتر همراه میشن مثلا نمیگم خیلی وقتا کسایی هستن که محتوای خوب میسازن ولی چون نمیخندن چون یوبسن یا چون هرچی مردم باشون لینک نمیشن خوشکن نمیشن. یا اینجور مسائل آره فهمیدم به طور کلی بخوایم نتیجه بگیریم تا اینجای کار جفتمونم موافقیم که ویترین و اون فرم و چیزی که هستش وقتی داریم یه چیزی ارائه میدیم بیشترین ویژگی و در واقع بیشترین تحصیل آره آره همون تاثیر رو داره توی اما برگردیم سر این که توی پلتفرم های مختلف یا اصلا نه توی تایپ مختلف سینما رو میتونی بگی چی... مثلا مارول رو من دوست دارم بهش اشاره کنیم به نظرت ام. چیا خیلی در واقع طرفدار داره توی بخوام حال توی ایران که تنزا بیشتر توی،, توی،, توی سوشال نتورک تو سوشال و اینستا و توییتر و هالیوود و... و اینجور چیزا خب طبیعتا معلومه دیگه تو الان به پرفروش در این فیلم های دنیا نگاه بکنی آواتار دوه نمیدونم فیلم های مارویله اینجا بیشتر انسان خودی نشون دادن نسبت به بقیه اونها فانتزی هن و یه بخشش قطعا به خاطر سرگرم کننده بودنه یعنی مثلا دیگه ملت میرن یه لحظه از اون مفرد. جوی که هست خارج میشن یه چیزی هم به نظر من نون اون بخش تخیل آدم ها رو میخورن یعنی مثلا ازشون استفاده میکنه ببین مثلا به فرض مثال من یه چیزی رو تو ذهنم تو بچگی داشتم ولی اونو توی دنیا واقعی ندیدم ولی وقتی که این سینما یه جور بستریه که من میتونم اونو اون چیزی که توی بچگی داشتم و یه جورایی خودشو ناخداغا هم بروز بده خودشو یه دنیایی که مثلا بشه پرید بشه یه کارایی کرد یه جورایی به نظر من ما رو به طور غیر مستقیم لینک میکنه به فانتزیا و تخیلات ذهنمون و اینا بیشتر باعث میشه که همونطور که مثلا توی توییتر وقتی که یه نفر نود میذاره بیشتر ویو میخوره من به خاطر بازم بخش های ناخداگاهه حالا نه اینکه بچگیمون ولی بخش های ناخداگاه ذهنمونن دیگه یعنی انگار من راجبش فکر نکرده بودم و الان دارم این فکر رو میکنم یعنی طبق صحبت همون. هر چیزی که ناخداگاه آدم ها رو بیشتر بتونه به خداگاهشون بیاره بیشتر جذبشون میکنه این دلوقتي. نظر ب... من میکنم. یه چیز دیگه هم به نظر من مهمه اونم این که نود گفتی آدم افتاد محتوای جنسی یه چیزیه که شاید چون همه غریزه جنسیشون رو به یه شکلی بهش پاسخ میدن وقتی شاید اون نوده رو میبینن به هر حال هر کی یه ریاکشنی داره و ممکنه یکی هیت بده ممکنه یکی دوست داشته باشه اما بی تفاوت از کنار اون نود رد نمیشن آره ولی ممکنه مثلا یه جمله از یه شعر از مثلا چه میدونم سائب یه شعر از مولانا بنویسی خیلی از آدما بی تفاوت از کنارش رد شن به نظر من اینم میتونه باشه یعنی کنی. شاید همه آه. قدرت تخیل رو دارن خب میخوان یه جوری ارزاش کنن و به خاطر همین افراد زیادی اسپایدرمن رو دوست دارن اما مثلا جاده انقلابی یادته با هم دیدیم دیکاپریو و کیت بازی کرده بود بی‌نظیر این فیلم ولی خیلی خوب بود واقعا شد خیلی خیلی اصلا اون میزان از منطقی بودن یا اون میزان از اصلا ریالیتی تا باوری آره دیگه اونو ندارن که مثلا بشینن دو ساعت پای این فیلم ولی مثلا هفت ساعت میتونن چه میدونم اسپایدرمن من همه اپیزوداشو رو ببینن به طور کلی که بخوام حالا باز نتیجه گیری کنم تا اینجا بحث این مطرحه که سرگرمی حرف اول رو میزنه یعنی شخص بخواد بخواد چند دقیقه یا حالا چند ساعت از اون درگیری های روزمرهش فاصله بگیره یکی دوستی دوستی داشتم همین علی میگفتش که بابا مثلا ملت میان یوتیوب می گفت... اصلا بحث این بودش که خب چرا مثلا محتوای مثلا تنظیم ها بیشتر مد شد حتی تو یوتیوب میگه بابا مثلا طرف تو ایران خسته حالا اون گفتش از نظر اون خسته از، و حالا درگیره با کار و بدبخته خودش مثلا میاد دو دقیقه دیگه از اون جو خارج بشه دیگه مثلا بازم همون بخواد اخبار رو جدیت دنبال بکنه اون خستگیش باز خسته تر میشه این نظر اون بود حالا من نمیتونم بگم همیشه اینطوره مثلا شاید میاد یوتیوب که یه چیزی یاد بگیره ولی خب مثلا خود ریاکشن ها چرا ریاکشن تو یوتیوب بالاست آره. مثلا همش خب یعنی ریاکشن تو یوتیوب بالا یعنی ملت همه خودشو بفهمن بخونن نمیتونن بفهمن میتونن ولی به خاطر اون فام بودنه یه زن یه ذره یه چیزم این میگه یه چیزم اون میگه دوره هم حالا دیسکورد یه چیزی حرف میزنن یه سرگرمی خنده ای تولید میشه آره دقیقه دقیقه سن ریاکشن به یه چیزی فکرشو ریاکشن به یه چیزی گاهن بیشتر از خود اون محصول ویو میخوره ولی مبین چه اتفاقی میفته مثلا یه نفر توی یوتیوب مثلا ببینید چهل که حساب داره ولی تو مثلا توییتر 100 تا بیشتر فالوور نداره یا توی اینستا مثلا هزار تا فالوور داره اون توان اینو, این داشته... اینو داشته که مخاطبای یوتیوب خودش جذب کنه میگم هم به طور کلی پلتفرما یک اه... ویژگی مشترکی دارن ولی خب بعضی تخصصی ترن مثلا ما توییتر رو با متن میشناسیم هرشن که الان تصویری خیلی حرف مهمی میزنه توش ولی مثلا اینستا رو با عکس میشناسیم یوتیوب رو با ویدیو میشناسیم تیک تاک رو با مثلا ویدیو ها همون استوری که استوری و ریلزی که الان توی اینستا هستش یا حتی شورت که تو یوتیوب هست محصول تیک تاک بودش دیگه همون ابعادی که هستش و مثلا تیک تاک با سرگرمی هایی که تیک تاک داریم مثلا مدیون اونیم اون بخشیم و به طور کلی هر پلتفرم در عین اینکه اشتراکاتی دارن یه سریشون تخصصی تره ولی چرا مثلا یه نفر اونجا خیلی بیشتر معروف تره البته اینا بگم دیگه الان همه به, هم، به همه پلتفرم ها هم لینک میدن دیگه مثلا این کسی که آریا رو فلانجا فالو داره اگه آریا تو این فعالیت بکنه لینک میذاره که بیاین اینجا یه جورایی میتونه آره. به ولی اینکه کی کجا معروف میشه به نظرم بیشتر به اون قابلیت ذاتی و استعدادش ربط داره و من به فرض مثال به فرض میگم تو اگه این نفر حتی فیست هم نبینه به خاطر صداد ممکنه جذب پادکستات بشه ولی مثلا شاید دلونه. به خاطر ممکنه ها مثلا من میگم شاید مثلا یه نفر دلونه. چشم رنگی به طور خلی خود همونه میگم و کلا مثلا یه نفر اونطوری آه. دوست داره ولی چون فیس تو ندیده که مثلا چشم رنگشون مشکیه به خاطر همون جذب نشه از اون طریق آره 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 راست میگی چون اینو من تجربهش رو داشتم حتی کارگردانمون هم توی تئاتر میگفت که تو مثلا برو دوبله برو انیمیشن آره آره فهم. و هم میگفت که بیانت یا صدات خیلی بهتر از چیزی که توی اکت ارائه میدید آره آره دارست. و خیلی خوب بود نکته که گفتی به نظر من یعنی هم طرف میتونه لینک بکنه چون الان کست باکس هم خب ما لینک کردیم دیگه و همین که یه وقتایی علاوه بر اشتراک تفاوتهایی هم داره یعنی مخاطب یوتیوب یه انتظاری داره مخاطب اینستا یه انتظار دیگه ای داره درست درست و این چیزا موثرن اما یه چیزی توی خود کست باکس و شنوتو به نظرت چیا بیشتر جوابه حالا ما که بلسته. الان بیشتر کست میزنیم به نظر من کسایی که پادکست گوش میدن محتواهای سوبر واسهشون بیشتر جوابه نه اینکه سوبر فوش م. اصلا منظورم این این محتواهای جدی محتواهای جدی تر توی پادکست خیلی جوابه تا محتواهای تنز و شوخی حالا تنز و شوخی هم هستش ولی چیزی که توی احساسات بیان بشه یا دانش اصلا ملت واسه چی پادکست گوش میدن اینکه سری اطلاعاتشون بره بالاتر پادکست قبلی خودمونم داشتم چک میکردم کلا نزدیک 400 خورده نزدیک 500 تا ویو خورده پلی خورده کل اپیزوداش توی کسپاک و شنوتو کانفلیکتو میگی آره کانفلیکتو میگم یا همون تاوروز دیگه ولی مثلا توی یوتیوب یا مثلا توی آپارات یا هرچی که اون موقع گذاشته بودیم اصلا نمیدونم صد تام نشد فکر کنم آره آره یعنی اون کانتنت جدی اصلا واسه یوتیوب جواب اصلاً نیست یوتیوب دیگه من گفتم به مثلا همون روزم گفتم محتوای جدی اصلا تو یوتیوب جواب نیست ما بخوایم توی حوزه و خودمون بخوایم فعالیت بکنیم توی حالا روانشناسی یا حالا موضوعات اجتماعی بهتره محوریتمون روی کسب باکس و شنوتو باشه و محتواهای تنزمون بره روی یوتیوب هرچند این هم اکولایزر میشه حالا گذاشته میشه جدا از اینا آره. ولی خب اصولا عدد مهمه دیگه پاشا مجلسی توی ویدیوش داشت میگفتش که حالا عدد زیاد مهم نیست ولی بابا عدد واقعا مهمه من یه مدت میگفتم نه فلان ولی وقتی که عدد میاد سمته حالا چه مالی باشه چه ویو باشه واقعا تاثیرش متفاوته تو خودت شاید بعد این حالا کمم نخورد من اولین فیو هم شد دیگه اولین فیو من آمد. مثلا شد 500 کی به خدا شاید چیز خیلی خاصی هم نباشه ولی اون انرژی آمد. که میگیری خیلی متفاوته از این که مثلا عدده نیستش میدی می چی میگم؟ آره آره. واقعا عدد کسی که میگه مهم نیست واقعا داره چرتا چرت, چرت میگه, می میگه چون که آره چون بالاخره تو با یه چیزی با یه انگیزه سر پا هستی که کانتنت تولید کنی آره دیگه انگیزه هم درونی هم بیرونیه یعنی انگیزه درونی خب وقتی نفر استارت میزنه اصولا داره دیگه ولی انگیزه بیرونی هم نیاد واقعا نمیشه ادامه داد و باید اون, اون چیزه بیاد یعنی اون توجهه بیادش حتما و باید متناسب با هر شخص هر پلتفرم خودش فعالیت بکنه در کنار اونها هم از بقیه پلتفرم ها استفاده بکنه ولی وقتی یه نفر جدیه یا صداش خوبه یا مثلا نمیتونه از جلوی دوربین زیاد عکس بره دیگه بهتر فعلا حالا نیاد روی یوتیوب مثلا اگه ولی تولد محتوا میخواد آره. مثلا بره توی بقیه بخش زمینه که سلیقه بچهای کس باکس هم متفاوته دیگه آره اصلا کسی که میاد اینجا بلی... یه چیز دیگه میخواد واقعا آره, آره. من یادم اردشیر اونقدر اون تایم مخصوصا سر شلوغ بود که سروش سهت کلی حالا پیگیر می شد و اینا تا بیاد و خیلی جالب اردشی یه بار تو یکی از استوریاش می گفت که من اگه بفهمم که این کلام من هیچ تأثیری نداره یا مثلا نیاز نیست یه شعری رو بخونم هیچ وقت اونو نمیخونم درست. به همون شکلی هم که دیاکتیو کرد ولی میخوام بگم که توی کتاب باز زنگ میزدن چه میدونم پیامک میدادن میخواستن که این آدم بیاد تو فرض کن الان مثلا من راجبه چه میدونم فلان هیته اطلاعات دارم ولی کسی نمیخواد بشنوه من چرا باید بگم چرا مثل باید جمعای فامیلی شرستم. میشه دیگه آره. تو جمع فامیلی من هیچ وقت هیچ صحبت روانشناسی نمی کنم چون یقینا جنجال میشه اون وسط تابوها میاد بالا خب وقتی طرفدار نداره کسی نمیخواد چرا باید راجب اون حرف بزنم مخاطبم این شکلیه به وجد میاد ولی قبول داری واسه همه واسه همه کانتنت تو کل کره زمین اگه زبان واحدی باشه مخاطب هست یه کانتنت این شکلی میشناسم اونم موسیقیه که تو <تصفح> با هر زبانی <تصفح> <تصفح> نه نمیگم یه چیزو همه بخوام منظورم اینه که هر محتوایی مخاطب خاص خودشو داره حالا کم و زیاد داره ولی خب دیگه بحث عدد خیلی مهمه به نظر من من خیلی وقت اصلا بیکش <تصفح> رپرای بزنیم <تصفح> با این بحث هم بکنیم رپرای زیرزمینی یه زمان خیلی فاز گرفته بودم ما رو همه گوش نمیدم فلان ولی وقتی که رپ خیلی مثلا فیب شد توی جامعه و خیلی از آدم رو گوش دادن بهش و اون پول اومد دست سمت کسی که مینستریم بود در واقع بیشترین پلی رو میکرد اینا یه ذره اون طرز تفکرشون رو عوض کردن که دیدن آقا پول میاد دست اینا مثلا هوا باید نفس بکشن زندگی بکنه نمیشه که آخه آره آره میگفت که کارا رو فروختیم یکم وضعیت آره هم یه چیز جالبی آدم افتاد و اونم همین که یه بار یادته راجب داشتیم حرف میزدیم که از کاغذ به این چه فرقی کرده خوب. و به نظرت حالا دانبولی که میخونه بیشتر جوابه یا نه جدی میخونه به نظر من رپ رب... بذار بگم رپی هیت میشه ت... من از هشت سالگی که رپ گوش میدم اینو دیدم رپی هیت میشه که توی ماشین بشه پلیش کرد توی مهمونی بشه پلیش کرد مثلا نه اینکه مهمونی بیده مثلا دانبولی نه دامبولی نه مثلا دنبولی واسه رب خیلی جواب نیست ولی مثلا این هنگو الان همه جا میشه استفاده کرد با رفیقام همه تو دانس همه بالانس خب اینو اینو همه جا مثلا میشه پلی کرد همیشه میشه باشت بزنی مثلا من الان ارده بیلم تازه آه... تازه که نمال چند ماه پیشه اون اصلا دیگه همه جا میشه پلی کرد هم تو مهمونی اصلا هم تو تنهایی ولی دیگه اصلا بخونی من اصابانی که بهتون میگفتم ورقام چیه نمیشه که تو مهمونی پلی کرد نمیشه که تو مهمونی پلی کرد اونو فقط باید با حاج پلی بدیم و <applause> دقیقا همینطوره دیگه میگم همه چی باید متناسب با آدم باید زمان بذاره بفهمه که تو چی استعداد داره و وقتی که فهمید رو توی پلتفرم متناسب با استعدادش یعنی کار بکنه کار ببره جلو یه چیز دیگه هم بگم راجع به رپ و تموم میکنم حرفمو اونم این که تا جایی که میدونی من بیشتر مثلا متال گوش میدم سنتی و مثلا شاید اولویت سوم هم رپ گذاشتم خب ولی یه چیزی که به عینه دیدم اینه که مثلا آقای ایکسی که اسم نمیبرم چون زشته مثلا سنتی میخونه بعد کنسرتشو 45 دقیقه دیر میاد من مخاطب واقعا اذیت میشم از این کار اما مقایسه کن با رپر مثلا چرسی و چه میدونم هیپوپولوژیست و و و و, و. در رفتار هیچ،, هیچ کدوم از اینا نیستم بهرام و یاس بیشتر دوست دارم اما میخوام بگم که رفتار این رپری که میاد واسه مخاطبش کنسرت میذاره میاد استوری میذاره میاد وقت میذاره با کسی که پاپ میخونه یا سنتی و واسه مخاطبش ارزش قائل نیست اینجا تفاوتش دیده میشه آه، آه. اینه که وقتی بیشتر با مخاطبت صادقی بیشترم میگیره کارت یعنی یه وقتایی این شکلیه به قول تو رپی که اون موقع چیزی نبود یا نگم چیزی نبود مخاطب کمی داشت, داشت. آفرین چون خیلی صداقت بیشتری به خرج دادن گرفت یعنی اینم میشه ها یعنی میشه سلیقه مردمم تغییر داد یه چیزی بگم, به... بگم با حرف هیپاپولوژی سام بکنم یه جا یه مم. بیتی داره میگه که فرقی نداره دقیقا حالا بیت یادم نیست محتواش اینه دیگه فرقی نداره که مثلا کارت ایکس باشه مثلا خدا تو من پول در بیاری مثلا سمتت خیلی بالا باشه یا اینکه مثلا ته باشه شغلت اگه عشق و نفهمی کارت نمیگیره یعنی م... آره. در هر حوزه ای یعنی هم بخوای تولید محتوا بکنی باید واقعا سوخت بدی به پشت باید واقعا اذیت بشی و واسهش تلاش بکنی که این مثلا خود چی میگم بهش همین پادکست بی پلاس من یکم پیش گوش میدادم آره. پنج سال کار مداوم دادم پنج سال هر هفته کارهای خوب خودشم خودشم مثلا تیم اومدن مثلا ترجمه کردن پیدا کردن خلاصه کردن اونم پنج سال به طور مداوم کار کرده هر هفته بله. شده این شده الان بی پلاس و علی بندری و بگی آره مخاطب فیک بودن تو رو یه روزی میفهمه و این بده یعنی باید کلا به طور کلی اگه بیشترین بیشتر این و از هم از هر بابت نه صرفا مالی داشته باشی باید تو حوزه ای که واقعا دوست داری ببری جلو و این حوزه رو هم باید متناسب با نیازهای جامعه بکنی مثلا من روانشناسی میخوام کار کنم به فرض و وقتی که میام روانشناسی کار میکنه نباید خوش باشه به فرض مثال میدونم که فلان مسائل توی این, هی... توی این حوزه خیلی مثلا طرفدار داره میام خودم رو توی حوزه روانشناسی میبرم میبرم توی اون فلان زیر شاخه که هم مخاطرم رو داشته باشم همم هم بتونم به کارم عشق تزریق بکنم آفرین بحث به جای خوبی رسید اونم این که م... یه نفر مثلا اون سری میپرسید که من میخوام فود بزنم این کار انجام بدم یا نه و یه بحثی هست به قول تو بحث نیازه یه وقتی هم هست نه بحث اشتیاقه آه. یعنی تو فرض کن طرف چه میدونم اون آ... نیترولند اولین بار که توی تبریز زدن یادمه که خیلی اشتیاق داشتن همه میرفتن یه چیز متفاوت بود خب ولی یه وقتی هست نه مثلا بغل پیتزا 2000 یه نفر میاد فسفود فود میزنه و اینقدر کیفیت خوبه مشتری های بقیه پسفودی ها رو میاره م. یعنی میخوام بگم که مثلا بعضی وقتا میگن که فلان چیز اشباع شده خب و نرین سمتش یکی میاد یه کاری انجام میده میتره کنه اینم باز در نظر گرفت که الزامنی شکلی نیست که مثلا فلان چیز دیگه تموم شده توی الان مثلا انگلیس هنوزم تئاتر واسه شکسپیر دارن هنوزم حملت دارن چرا؟ هر کی کار بهتری ارائه بده برند است درست یعنی به طور اون... کلی اون انگیزه کلی و انگیزه درونی و اینا در کنار حالا و انگیزه بیرونی خیلی مهمه دیگه تاثیر میذاره آره ولی اگه جفت اینا کنار هم باشن که دیگه قوقا میکنه یعنی هم مردم یا مخاطب اونو بیشتر بخوان و هم تو کیفیت کارت بهتر اون موقع دیگه منفجر میشه دیگه مرسی که همراهمون بودین ما رو توی صفحات مجازی یوتیوب اینستا که پاکس چنوتو دنبال کنین تا اپیزود دیگر بترود